زندگی در جهانی سرشار از تضاد و تعارض و کثرت کار ساده‌ای نیست. جنگ هایی که هر از چند گاهی گوشه‌ای از جهان را به آتش می‌زنند و زندگی های زیادی را نابود می‌کنند. فقر روزافزون، نژاد پرستی و بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی دیگر از این تعارض ها نشأت می‌گیرند و بشر را به سمت تیر روزی سوق می‌دهند. اگر بشر نتواند برای همزیستی مسالمت آمیز با هم نوعانش چاره‌ای بیندیشد، هر گونه اقدام در راستای بهبود شرایط به شکست خواهد انجامید. در عوض اگر این تعارضها و گسستها از بین بروند، نه تنها مشکلات ناشی از آنها بلکه سایر معضلات و تنگناها نیز رفع خواهند شد. در سال 2005 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 20 دسامبر را به عنوان روز جهانی همبستگی بشر تعیین کرد. این مجمع با قطعنامه‌ای همبستگی را به عنوان یکی از ارزش‌های اصلی و جهانی اعلام کرد که باید زمینه روابط بین افراد در قرن 21 باشد. اصلا فلسفه نامگذاری روز جهانی همبستگی بشر برمیگرده به این که ما شاهد از این هستیم که در جهانی که ما زندگی میکنیم، این جهان تجارب جنگ‌های متعدد را پشت سر هم گذاشتند که جنگ جهانی اول و دوم نمونه بارزی هزی است. در تاریخ 20 دسامبر 2005 مقدنامه ای که سازمان ملل متحد صادر کرد، روزی را به نام روز جهانی همبستگی بشر نامگذاری کرد. و این روز در واقع به خاطر از این نامگذاری شده که بشری که بالاخره یک سلسله مشترکات فرهنگی و تمدنی و یا بالاخره فرهنگی داره، بتونه یک همسویی را با داشته باشه و این روز بتونه که کمک بکنه کشورها را که کشورها بتونه از دایره حقوق بین الملل برسه به اهداف مشترکی که بشر به اون نیاز داره. بشر نیازی به سواد داره، نیازی به تمدن داره، نیاز به فرهنگ داره، نیاز به اقتصاد داره و این روز میتونه به عنوان یک چتر عمومی نقطه مشترکی برای همه بشر در جهان باشه. یکی از اهداف مهم این نامگذاری ارتقاء فرهنگ همبستگی و روح مشارکت برای مبارزه با فقر و تشویش دولت‌ها برای اجرای طرح‌های جدید ریشه‌کنی بحران فقر است. هدف از نامگذاری این روز اولیشی است که یک همبستگی میان انسان ها وجود داشته باشه، یک تنوع فرهنگ همدیگر پذیری به خاطر از بین بردن مشکلاتی که در جامعه است، من جمله فقر و امنیت و چالش هایی که فرارای بشر است. اهداف مختلفی میتونه روی این کار داشته باشه. به باور ما مهمترین هدفی که روی این عنوان گذاشته شده یا پشتی نام حسایی هست که بخواهی وحدت و یا ای درد یا ای فهم را در بین انواع و اقشار جامعه بشری برسانه که اینها باید با همبستگی به پیش بره، با مشکلات روبرو شود و دولت هایی که منافع های مختلف را تعقیب میکنه باید این را مد نظر داشته باشد در طرح و استراتژی خود که منافع و امو استراتژی و طرح و پلان و سیاست هایی را که در پیش میگیره باید قسمی در راهی شود که در اونجا منفعت عمومی باید رعایت شود و مد نظر گرفته شود. خب هدف از نامگذاری روز جهانی همبستگی بشر یعنی احترام به فرهنگ، به کلتور، به جنسیت، به مذهب، به عقاید، به باورهایی که همه بشر داره و او جزء حقوق طبیعی انسان‌ها شمرده میشه. شما ببینید ما در تمام ادیان این سلسله مشترکاتی را بین انسان‌ها داریم که او جزء حقوق طبیعی انسان‌ها است. حقوق بشر هم و سازمان ملل متحد که همین قطعنامه‌ها را بالاخره صادر میکنه، اونا خواستگاهشون نیست که انسان‌ها از نوع ذات بشری به این بالاخره حقوق خود برسه. همبستگی جهانی که حالا نامگذاری شده روز جهانی همبستگی حقوق بشر یا بشر، این در واقع خواستگاه اصلیش است که ایرمی فاکتورها و ایرمی باورهای مشترک بشر را چیکار کنه؟ تقویه ببخشه. ببینید ملت‌ها حالا مرزها داره، کشورها از لحاظ سیاسی بالاخره قدرت دارن، حاکمیت داره، ولی یک چیزی ما در سطح جهان اگر نگاه بکنیم که بشر به اون نیاز داره، بحثی
اون حقوق بشری انسان هاست که انسان ها نیازی به همپذیری داره، به طور فرهنگ ها، تمدن ها، باورها در اینجا رشد بکنه و نهاده نشه و ارزش های بشری. قاعدتا رکن مهم همبستگی احترام به تنوع فرهنگ، تمدن، رنگ و نژاد، دین و جنسیت آحاد بشر می باشد. زیرا تا زمانی که گروه های مختلف اجتماعی نسبت به یکدیگر احساس بیگانگی کنند و به دلیل پیش‌فرض‌ها و کلیشه های ذهنی از تعامل با یکدیگر خودداری کنند، موضوع همبستگی در حد شعار باقی خواهد ماند. هدف مهم و برجسته نامگذاری این روز به نام روز جهانی همبستگی بشر، ارتقای فرهنگ همبستگی و تقویه روح حمایت جهت مبارزه با فقر و مشکلات متعدد دیگری در سطح جامعه در کشورها وجود داره امروزه. این میباشد تا اینه که البته سازمان ملل متحد با نامگذاری این روز میتونه یک پیام را میخواهد چی کنه منتقل کنه به تمام ملیت ها و به تمام مردم که ما انسان ها حالا با شاید با تنوع ملیت ها، با تنوع دین و مذهب و آیین، رنگ و نژاد، شاید تنوعات وجود داره، ولی در کل ما یک انسان هستیم. ما باید در کنار هم باشیم، ما باید تفاهم داشته باشیم، تعامل داشته باشیم با هم دیگه، و در مواردی که مشکلات میاد و جامعه را تهدید میکنه، حالا فقر باشه، جنگ و ویرانی باشه، آفات طبیعی باشه، یا بعضی مثلا امراضی که میاد در سطح جهان ملیت ها را تهدید میکنه، کرونا و آنفلونزا و یا غیر اینا، سازمان ملل متحد پیامش را منتقل میکنه، میگه که تمام انسان ها باید با همدیگر تفاهم و تعامل داشته باشه و یک همبستگی بین بشر باید ایجاد شوه تا در چنین مواقع یکی دست دیگری را بگیریم و مشکلات خود را حل بسازیم. چه همبستگی اجتماعی و چه عدم آن از سطوح کلان جامعه شروع می شود و در نهایت تمام مردم را به سمت سوی مشخص سوق می دهد. در این میان اولین مانع خود حق پنداری برخی از گروه های اجتماعی است. خود حق پنداری سد نفوذ ناپذیری است که جلوی درک صحیح از شرایط دیگر اقشار جامعه را می گیرد و اگر این دیدگاه در سطوح کلان وجود داشته باشد باعث سلب حقوق طبیعی انسان های دیگر می شود. و ببینید ما در کنار کشورها شخصیت‌های حقوقی داریم، نیادها داریم، سازمان‌ها داریم، مدافعین حقوق بشر داریم، دانشمندا هست، صاحب نظرها هست. اینا میتونه نظریات از اینا، راهکارهای از اینا برای رسیدن به همسویی و در واقع ایجاد یک وحدت جهانی، روز همبستگی بالاخره بشر کمک بکنه، این فاکتورها را تقویه بکنه. لذا هم میتونه سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت های حقوقی، کشورها به عنوان حاکمیتی که در یک سرزمین اونها میتونن در واقع تمثیل از اراده های انسان های اون سرزمین باشه، نقش بارزی را برای ایجاد یک در واقع همبستگی جهانی کمک میتونن. مهمترین عامل را که ما میتونیم به عنوان مانع قبول بکنیم، اگر بین در سطح گروه ها و ایره ما در سطح ها و اقشار مختلف میتونیم ارزیابی بکنیم، مثلا اگر در سطح دولت ها باشه، بزرگترین مانع ای است که دولت ها به این فکر باشه که دولت دیگه یا توسعه در دولت دیگه به عنوان تهدید برای این تلقی میشه و یا منافع خود را، یعنی منافع عمومی را رعایت نکنه، در منافع شخصی و منافع شخصی خود را ترجیح بده به منافع عمومی. اما اگر بین بشری مد نظر بگیریم، یعنی در سطح جامعه و به عنوان یک جامعه شناس به این موضوع نگاه بکنیم، مهمترین اصل احترام به مو فرهنگ ها است. اگر ما گروهی باشیم که باور خود را، امو نگریش خود را به پیرامون اطراف خود برحق بدانیم و هیچ تعاملی را با گروه های دیگه نکنیم و اونها را برحق ندانیم، اینی عمده ترین مانعی هست که همبستگی را از بین میبره و هر قدر گروه ها، یعنی به اصطلاح مشترکاتش کم شود، به امو اندازه وابستگی ها و همبستگی ها از بین میره. گروه هایی که به این باور هستند که حق به جانب اینها هست و دیگر کسایی که غیر آنها هستند، یعنی در خط فکری آنها نسبت به ناحق هست، اینها هیچ نوع اشتراک را با گروه دیگر
قائل نیست و اونها را به عنوان بیگانگان خود بیگانه های گروه خود میپنداره و حاضر نیست که در خوشی ها و در غم های اونها شریک شود. پس وقتی ما به این تفاهم برسیم و یا به این فکر برسیم که فارغ از این که انسان های دیگه، گروه های دیگه چی باورهایی را داره، همه انسان هستیم، همه قابل احترام هستیم، همه میدونه که از محیط خود تجاربی کسب بکنه و معلوماتی از او برگرفته از یک سلسله تجاربی از او هست، در این جلسه که ما به داشته ها و به تنوعات احترام قائل میشیم و شبیه امو بستانی میشه که انواع گل ها سبب زیبایی او باغ و بستان میشه. موانع ایجاد همبستگی در بین بشر ممکنه موانع مختلفی وجود داشته باشه، ولی یکی از موانع بسیار برجسته هست او خود حق پنداری جامعه است. حالا در بین کشورها اگر ما ملاحظه بکنیم، بعضی کشورها راضی به تعامل و تفاهم با دیگر کشورها نیست. همو تنوعی که وجود داره، حالا تنوع فرهنگی و ملیتی و مذهبی، اینا را قبول نداره، احترام به ملیت و فرهنگ و تمدن دیگران نداره و اینمی خود حق پنداری و کنار نیامدن و تفاهم و تعامل نداشتن با دیگران خودش میتونه یک دلیل عمده باشه بر کاهش همبستگی و بر نبود همبستگی میان ملیت ها. اگر همبستگی بشر به آرمان اساسی در زندگی ما تبدیل شود، شاید وقتی از خیابان‌های شهرمان می‌گذریم و کودکانی را می‌بینیم که زیر فشار کار اجباری هر روز پژمرده می‌شوند، نخستین گام را برداریم، به سمتشان رویم، با آنها گفتگوی دوستانه کنیم، از دلیل روزهای سختشان باخبر شویم و حتی اگر شده برای پایان دادن بر رنج یکی از این کودکان و خانواده‌اش، هر چه در توان داریم انجام دهیم. همان گونه که نفرت و جدایی خانه به خانه دنیای ما را فتح کرده، عشق و همبستگی را نیز خانه به خانه باید به دست آورد. کافی است سهم خود را انجام دهیم تا همبستگی گم شده میان فرزندان انسان را بازیابیم.